بارش باران و وزش طوفان در ایرلند و فرانسه ساکنان سواحل اقیانوس اطلس را با مشکلات زیادی روبرو کرده در ایرلند بسیاری از مناطق ساحلی تخلیه شدند و از سایر مناطق با قطعی برق مواجهند مسدود شدن راهها و وزش بادهای سهمگین نیز روند کمک رسانی را با مشکل مواجه کرده ساکنان مناطق سیلزده در ایرلند آژانس محیط زیست را به کندی در امدادرسانی متهم می‌کنند لرد اسمیت رئیس این آژانس در واکنش به انتقادها گفته است که می‌تواند از سمت خود کناره گیری کند دیوید کمرون نخست وزیر بریتانیا نیز از مناطق آسیب دیده بازدید کرد و وعده داد هر کاری که در توانش باشد برای حل بحران انجام خواهد داد منطقه بروتانی فرانسه نیز با مشکل مشابهی روبروست دولت این کشور در مناطق ساحلی اقیانوس اطلس وضعیت اضطراری اعلام کرده سطح آب رودخانه های این ناحیه چندی متر بالا آمده و تاکنون بیش از 150 نیروی امدادی از استانهای های همجوار برای تخلیه آب به منطقه اعزام شدند. بسیاری از ساکنان نیز منازل خود را ترک کردند.